خوش به حالت، به آرزوت رسیدی. این چیزی که شما توی کامنت ها به هم میگین، دوستانی که فکر میکنن ما توی کوهستان یا یک جای وسط طبیعت هستیم. جالبه، من چند تا کامنت هم حتی داشتم روزایی که اینجا کار باغبونی میکردم یا درباره پرورش ماهی صحبت کرده بودم تو کانال باغبونی، یکی دو نفر نه حتی بیشتر تو هر ویدیویی می اومدن به هم میگفتن که طبیعت رو به نفع شخصی استفاده نکنید. یکی دیگه برام نوشته بود خدا لعنت کنه اون کسانی رو که به خاطر پول طبیعت رو خراب میکنن، تبدیل به مزرعه میکنن. صدای اواکش رو میشنوید؟ 200 متر از همینجا اگر بخوایم با تیرکمون سنگ پرت کنیم میخوره به هواکشه. فکر کنم 200 متر هم شاید نباشه، یه کارخونه اونجاست. البته صدای این هواکش همیشگی نیست، فقط گاهی که اون تو هوا آلوده بشه، یه خبری بشه، میخوان سریع مکش کنن برزن بیرون، اون هواکشه صداش در میاد و مصادف میشه با همون موقعی که من میخوام فیلم بگیرم. از این ور موتور میره، از اون ور ماشین میاد، بوق میزنن، اونجا آهنگ دختر بندری میذارن، رقص میکنن. این جایی که ما هستیم و شما میبینید انبوهی از درختان و طبیعت و اینها هست، اینا رو من همه رو خودم کاشتم، اینجا رو این شکلی درستش کردم. اینجا یک بافت مسکونیه، یک منطقهیه که پشت باغ ما پر از خونه است. البته این خونه ها از ما تا حدی فاصله دارن که اینجا رو خاص میکنه. یکی دیگه از چیزایی که اینجا رو خاص میکنه طبیعت جلوی خونمونه. یه جاده آسفالته است، بعد اون جاده آسفالته تا چشم کار میکنه شالیزار و بعد کوهستان. و این شالیزارا و این طبیعت روبروی ما هرگز تغییر نمیکنه. منابع طبیعی و جاده کشاورزی اجازهشون نمیدن که تغییر بکنه. اینجا هم که همین شکلی هست و منم اینجا در حال تلاش و کوشش و فعالیت تا اینجا رو این شکلی نگه دارم و قشنگترش کنم و درخت ها بزرگتر بشن. و چقدر دیدنی میشه اون وقتی که این درخت ها بزرگ بشن و چترشون رو اینجا گسترده کنن زیر این سایه، اصلا عشق میکنه آدم. الان صبح چند روزه که نه، اینجا خیلی وقته چند تا قرقابل زندگی میکنن، چند تا قرقابل و چند نوع حیوان وحشی دیگه ای که گاهی شکار میشه. میگم گاهی چون ممنوع شکار کردنشون. و من چون دور این زمین رو فنس کشیدم، زمین بغلیم هم اونا هم فنس کشیدن، این پرنده ها توی این درخت ها که همین چند ساله کاشتیم، همسایه ها هم دیگه رو نگاه میکنن یاد میگیرن دیگه. از قدیم اینجا باغ چایی بود، اینو بذار بگم. از قدیم اینجا چند هکتار باغ چایی بود، بعد که صاحبش مرد و اینا قطعه بندی شد، هر کسی به اندازه است وسعش یه قطعه خرید. یکی از این قطعه ها رو دایی خدا بیامرز من خرید که الان هواکش خاموش شد، سپاسگزارم خداوند، پاقدم شما بود. خلاصه دایی من خرید و دایی چند سال قبل اینکه فوت کنه زمین رو فروخ به پدر بزرگم، و پدر بزرگم هم قبل از اینکه فوت کنه زمین رو فروخ به من. و این یه طورایی یه زمین خاصه و ما سعی کردیم خودمون اینو نگه داریم. اما حالا که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و کلی اینجا برنامه چیدیم، اینا بزرگ شده. من داشتم اون قرقابوله رو میگفتم، این قرقابوله و کلی کبوتر و کلی پرنده و قناری و این چیزای دیگه همه بعد اینکه من اومدم اینجا تشریف آوردن. چقدر جالب، من اومدم اینجا اطراف منم درختکاری شد، فنس کشی شد. قبلا بیدر پیکر بود، قبل اینکه من بیام اینجا باز روشنش کردن. ناخوشی نگیره شماره. خلاصه حالا که اینجا یه بافت جنگلی شده، مثل این ویدیوهای هست تو یوتیوب میان میگن اگر انسانها نباشند از چند سال دیگه چی میشه، اینجا هم همونطوری شده. از وقتی که اینطوری شده قرقاولا اومدن اینجا، انواع قناری، پرنده ها، بعد بهتون بگم کبوتر،
یک گروه خیلی زیادی کبوترهای توسی رنگی که توق دارد دور گردنشون میرن توی اون کارخونه میخوابن و روزا میان اینجا میگردن. و الان امسال این قرقاولا رو من پری روز دیدم، اومده بودن تو زمین من داشتن غذا میخوردن، صبح که پاشدم برم سر برکه پمپ رو خاموش کنم اینا پرواز کردن، من 12 تا رو شمردم، از 2 تاش امسال شدن 12 تا، بیشترم هستن. و اینجا معمولا صدای اونا رو ما میشنویم صبح، مخصوصا از خواب که میخواییم پاشیم با صدای قرقاولا یه آوازی میخونن آدم عشق میکنه و صدای قناری ها و پرنده ها. اما این همه سکوت و این همه زیبایی و اصلا بی نظیر، این دوربین که روشن میشه دیگه تمام، از این ور موتور بره از اون ور ماشین بیاد، که همین باعث شده ما چون گیر دادیم به یوتیوب، من و مینا حسابی گیر دادیم به یوتیوب و تو یوتیوب دیدم که اونایی که تو کوهستان زندگی میکنن از اون خونه های خفن توی کوه دارن خوب بازدیدم میگیرن تو یوتیوب. و ما به خاطر همین تصمیم گرفتیم حالا اینجا رو میخواییم بفروشیم. صاحب بعدیش هم احتمالا یه آدم باحالی باشه، کسی چه میدونه، شاید یکی از شما دوستان من باشه و بازم بشه از یک خانواده بین خانواده بمونه این زمین. خلاصه صاحب بعدیش اینجا کلی عشق میکنه، بهش خوش میگذره حسابی، چون حتی ما این خونمون در نداره، نه حیاتمون در داره، در داره یعنی قفل و اون شکلی که همه جای دیگه میبینید اونطوری نیست، و حتی هم اینجایی که زندگی میکنیم اینم هم اون شکلی، هیچ قفلی چیزی نداره و ما ساعتها روزها میریم هر جایی اینجا، اصلا توی این محل توی این روستا هم نیست، چون بانک و بیمارستان و بیمارستان که نیست، 4-5 تخت خواب داره، یه بهداری جدا داره، بهیاری جدا داره، نمیدونم چرا 2 تا داره، مطب پزشکی شبانه روزی داروخانه داره، همه چی تکمیل، نیروی انتظامی، حفاظت محیط زیست، هر چیزی که شما بخواید همینجا داره و بهترینشو داره، فروشگاه‌های بی‌نظیر از مبل و صوتی تصویری و همه چی تکمیله، نه این شهره. و این جالبه برام، تو کشورهای غربی 2 تا قهوه خونه روبروی همدیگه رو میگن شهر، اینجا اینقدر تکمیل و باله بهش میگیم هنوز روستا یا دهستانه اسمش. حالا و هر کسی که اینجا زندگی میکنه بهش خوش میگذره، برای اینکه امنیت اینجا فوق‌العاده است، نه فقط خونه من، خونه همه هم اینجوریه، امنیت فوق‌العاده‌ای داره، خانمایی که اینجا میگردن و پیاده روی برن و ورزش برن، اصلا اگه کسی بخواد تصمیم بگیره بیاد تو شمال زمین بخره زندگی بکنه، من پیشنهاد میکنم نه حالا زمین من، زمین منو خلاصه یه نفر قراره بخره، من دوست دارم ده ها و صد ها نفر بیان اینجا زندگی بکنن و بیان اینجا یه مدت یه خونه رو اجاره بکنن و با مردمش بگردن، از میوه فروشیاش، سوپرمارکتش، پیاده روی، از رودخونه پر ماهی و جای باحالی که داره و طالاب و کلی چیزای باحال داره. و اینکه اینجا مرکزه، بخوای بری بازار جمعه و سومه سرا بری، به کوهستان بری سمت فومن و ماسال و اینور رضوان شهر بری، بهت نزدیکه، انزلی بخوای بری از این طرف نزدیکه، رشتم بری نزدیکه، همه این ستا مکان اصلی و دیدنی باحال گیلان 20 کیلومتر با اینجا فاصله داره، هم رشت، هم سومسرا، هم انزلی. و با قایق که اگر بخوای برید انزلی، و من پیشنهاد میکنم اگر کسی اینجا اومد اول بره از طالابش و قایقش دیدن بکنه، و بعد اینکه اینجا اگر تصمیم گرفت زندگی بکنه یه قایق موتوری هم بخره حتما، چون اینجا زندگی کردن صفاش به همون قایق موتوریه که تابستونا بره ماهیگیری، زمستونا مرغابی‌ها و پرنده‌های وحشی که میان برید تماشا بکنید، فیلم بگیرید، عشق بکنید. از راه آبی بخواید کسی بره انزلی کلن 10 دقیقه فاصله داره، یعنی میشه گفت 10 کیلومتر، نه 5-6 کیلومتره، چون تو آب سرعت کمتره، اینطوری فاصلهش هم اینجوری 10 دقیقهی میرسه انزلی، خیلی جای جالبیه. اما ما به خاطر همین گیر دادیم به یوتیوب دیگه،
گیر دادیم به یوتیوب و ما قراره بریم کوهستان و تو کوهستان کشف کنیم ادامه زندگیمون و ماجراهای جدیدو که همشو قراره با شما به اشتراک بگذاریم. و امروز هم من قراره سبزی بکارم. ویدیوی سبزی کاشتن رو تو کانال باغبونی میذارم، بیشتر شما اونجا هم عضو هستید و میبینید. سعی میکنم زود به زود با همین ویدیوهای دلی و ولاگ روزمره شما بهم نظر بدید که چه ویدیوهای اینجا بارگذاری بکنم، شما چه چیزهایی دوست دارید. من قراره آشپزخونه رو هم درست کنم، اینجا کلی تصمیمات گرفتم تو این هفته. من باغبونی هم که میکنم پشت صحنه واسه شما، ماهیگیری هم برم پشت صحنه، بازارم برم، اینطوری هر جایی که برم شما با من هستید. دیگه به تعداد بازدید و اینا هم نگاه نمی کنم، هر کسی کامنت بده معرفت خودشو نشون داده و منم انرژی میگیرم و این کار رو بهتر و با کیفیت تر براتون ادامه میدم. امیدوارم که از این دسته از ویدیوها خوشتون بیاد و نظرتون رو توی کامنت ها به من بگید.